عالم الغيب بالشهادة هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المهدي، روحي وأرواح العالمين له الفداء. فارلا به آنچه رضای تو برانه است ما رو موفق بدار، از آنچه ناخشنودی ما رو برحذر کن. در گذر عمر و باقی مانده عمر لحظه ای ما رو به خود قامه گذار، عاقبت امور ما ختم به خیر بفرما. به پیشگاه مقدس مولا المبهدین امیر المؤمنین و به پیشگاه مقدس سبط اکبر امام مجتبی سلام الله علیه 10 صلوات رو تقدیم کنیم با یک صلوات بلند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. امروز یا بگیم امشب دیگه شب میلاد نورانی و مقدس کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه است. بنابراین بخشی از سخن رو درباره این وجود مقدس کلماتی رو عرض کنیم، حالا یا در آغاز کلام یا در آخر کلام، و بعد هم ادامه سوره لقمان رو که در شب‌های گذشته مباحثی رو از این سوره عرض کردیم پیگیر باشه. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت رو عطا کردیم. در باب حکمت دیروز احادیثی رو عرض کردیم که چه کارهایی ما اگر انجام بدیم انشاءالله مقدمه‌ای برای حکمت خواهد بود، که زهد به دنیا عرض کردیم حکمت میاره، اخلاص برای خدای تبارک و تعالی حکمت خواهد آورد، خود روزداری که منتهی به سکوت و کم حرفی میشه حکمت میاره، و نهایتاً در حدیث نورانی امام صادق علیه السلام هست که من احبنا اهل البیت و حقق حبنا فی قلبه، کسی که ما خاندان را دوست بدارد و محبت ما را در قلب خود جایگزین گرداند و محبت ما در قلب او محقق بشود، جرى الله ينابی الحکمت ینابی الحکمت على لسانه، خداوند چشمه های حکمت را بر قلب او جاری می سازد و جدد الایمان فی قلبهی، ایمان را در قلب او تجدید می کند. خب یه حدیثی درباره خود لقمان حکیم اومده که خیلی هم آموزنده است. من فقط بدم که کتاب را تو اتاق بیارم، شما میتونیم نشون بدم پس؟ نه نپرسیدیم که کدوم کتاب. نه یه کتاب تفسیر صافی رو همون میزی مطالعه میکنم. ببخش رو همون میزی که من مطالعه میتونم خودم برم بیام یا بس. در بازه در اتاق در چیزم کلید اینجا رو من
چون حیف آمد این حدیث خونده نشه امروز. خب تا حالا این کتاب میاد داره که ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله، ما به لقمان حکمت رو عطا کردیم. حکمت لقمانی این بود که شکر خدای را به جای آورد. و من شکره فانما یشکر لنفسه، کسی که شکر کند جز این نیست که به نفع خودش شکر خدا رو به جا می آورد. و من کفره، و اگر کسی کفر بورزد، فان الله غنی حمید، خداوند بی نیاز است و ستوده. خدا نیازمند به شکر ما نیست، شکر ما به نفع خود ماست. شکر به معنای سپاسگزاری است، ولی سپاسگزاری به درگاه خدا در حقیقت بندگی خداست. اینکه قرآن می‌فرماید و قلیل من عبادی شکور، بندگانی که درجه بندگی اونها بالا باشه کمن. شاکرین باز قابل توجه هن، ولی شکور خیلی کمن. به این دوتا آیه رو در قرآن مقابل هم قرار بدیم، وقت معلوم میشه که شکر خدا یعنی بندگی. می‌فرماید که وعبدالله ولا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسان، بنده خدا باشید، خدا را بندگی کنید خالصانه. هیچ کس را و هیچ چیز را در بندگی با خدا شریک نکنید و به پدر و مادر احسان کنید. در این آیه می فرماید انشکر لی ولی والدی. این دوتا آیه رو با هم مقایسه کنیم، شکر خدا میشه بندگی خدا. اعبدالله اینجا میگن انشکر لی، به والدین گفتن احسان کنید، اینجا میگن ولی والدین، شکر والدین رو به جا بیاورید. پس شکر خداوند میشه بندگی خدا، شکر پدر و مادر احسان به والدین. البته شکر زبانی هم مرحله اوله، خود او هم نوعی احسانه و در پیشگاه خدا نوعی بندگی. ببخشید دست شما در زحمت شده آنجا. در احادیث در باب شکر بسیار سخن گفتن. از امام صادق سلام الله علیه است که قال، از پیغمبر اکرم چنین فرمودن، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما فتح الله علی عبد باب الشکر، هیچگاه نمی شود که خداوند در شکر را بر روی بنده بگشاید، فخزم عنه باب زیاده، بعد باب افزایش نعمت رو بر او نگشاید. نمیشه اینطوری. هرگاه ما موفق به شکر شدیم باید بدانیم که اون نعمت افزایش پیدا میکنه. واقعا هم تجربه همین رو نشون میده. اگه یه نعمت رو خیلی دوست داشتیم زیاد شکر کنیم. ولو همین شکر زبانی. در حدیثی است که اگر کسی وقتی خدا نعمتی بهش میده بگه الحمدلله رب العالمین، شکر این نعمت رو به جای آورده. اگر از دل بگه. و داره که حضرت موسی خطاب شد که یا موسی شکر من رو به جا بیار. حقیقت شکر رو گفت، خدایا چگونه اگر من زبانم به شکر تو باز بشه، خود این نعمتیست از طرف تو، من چیزی از خودم ندارم. خطاب رسید، الان حق شکر رو به جای بیار. سلام علیکم و رحمت. همین الان که تو اظهار عجز کردی بر شکر نعمت، حق شکر رو به جای آورد. یا الله جان. در حدیث امام صادق سلام الله علیه یا امام باقر، تو خود سند یه خورده شک کرده،
معاف شاکر له من الاجر ما للمبتل صابر. آدمی که مبتلاست به یه گرفتاری و صبر میکند چقدر اجر داره. کسی که در حالت عافیته اما شاکر، خدایا الحمدلله از این عافیت، همون اجر به اصطلاح مبتلای صابر رو به اون میده. و همینطور والمعت شاکر له من الاجر کالمحروم القانع، کسی که خدا نعمتی به او عطا کرده و شکر به جا می آورد، اجر کسی که محروم است و قناعت می کند رو خداوند بهش عطا می کند. در حدیث دیگری داره یکی از اصحاب به امام صادق علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله مدتیست نعمت بر من روی آورده و هرچی می خوام خدا به من می ده. می ترسم که این استدراج باشه. استدراج یعنی غافلگیر کردن در حقیقت، که در حدیثی از به نظرم امام حسین علیه السلامه که استدراج اینه که خدا نعمت رو بر بنده سرازیر کنه و یسلبه شکر، شکر رو از او بگیر. این میگه من میترسم این استدراج باشه که نعمت داره همینطور به من رو میاره و هرچی هم میخوام خدا فوری به من میده. حضرت فرمودن اما مع شکر فلا، اگر تو در قبال این نعمت شاکر هستی نه استدراج نیست. خب یه صلواتی هم خب درباره اینکه خداوند به لقمان حکمت رو داد احادیث متعددی است. یه حدیث، حدیثی است که تفسیر صافی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، انه سئل عن لقمان و حکمته التي ذكرها الله عز وجل، سوال کردن این حکمتی که خداوند به لقمان داد این حکمت چیست؟ فرمودن که اما بالله ما اوتی لقمان الحکمت به حسب، خداوند به لقمان که حکمت داد به خاطر حسب و مثلا نسل فاخر او نبود، ولا مال ولا اهل ولا بستن فی جسم ولا جمال، به خاطر اینا نبود، ولکنه کان رجلا قویین فی امر الله. لقمان آدمی بود که در امر خدا قوی بود، با قوت عمل میکرد، متورعن فی الله، اهل ورع در راه خدا بود، یا به تعبیری ورع بود. ورع به معنای پرهیز شدید از معاصی. ساکتن سکیتن عمیقن نظر، یه آدم اهل سکوت بود ولی عمیق النظر، در امور دقت میکرد، طویل الفکر، خیلی میاندیشید، حدید النظر، تیزبین بود، مستقنن بالعبر، خیلی از عبرتها بینیاز میشد، به وسیله عبرتها بینیاز میشد، در روز نمی خوابید، ولم یتک فی مجلس قد تو، لم نمی داد تو مجالس، ولم یعبث به شیء قد تو، با چیزی بازی نمی کرد، کاره عبث انجام نمی داد، ولم یره احد من الناس علا قول لشدت تستره، هیچگاه او را ندیدن در حال قضای حاجت به خاطر حیا و تستر، و تحفظهی فی امره، ولم یغضب قط، بی خودی غضب نمی کرد بر کسی، ولم یمازح انسانا قط، مزاحهای بی خود انجام نمی داد،
ولم یفرح به شیء به ما اوتیه من الدنیا ان اتاه من امر الدنیا. اگر از امور دنیا چیزی به او میداد ذوق زده نمی شد. ولا حزن منها على شيء قط، اگر چیزی از امور دنیا از دست او می رفت غمناک نمی شد. ولم یمر برجلین یختصمان او یقتتلان الا اصلح بینهما، اگر می دید دو نفر با هم درگیرند یا همدیگر رو به اصطلاح اذیت میکنن میزنن، این عبور نمیکرد مگر بین آنها صلح برقرار کنه. ولم یمزع عنهما حتی تهابا، تا محبت بین این دو ایجاد نمیکرد دست بر نمیداشت. ولم یسمع قولا قط من احد استحسنه الا سأله عن تفسیره، اگر یک کلام زیبایی از کسی میشنید که میپسندید رد نمیشد مگر میایستاد تفسیر او رو میپرسید. و امن اخذه، و میپرسید که از چه کسی به دست آورده. فکان یکثر مجالست الفقها، خیلی با اهل علم و فقاهت نشست و برخاست میکرد. بل حکما، با حکیمان نشست و برخاست میکرد، که از جمله مسائلی که نورانیت میاره همینه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حق شناس رو، این حدیث رو من از ایشون به خاطر دارم، جایی ندیدم که 5 چیز نورانیت میاره: صلات اللیل، بیداری شب، تلاوت القرآن، سوم تردد در مساجد، چهارم نشست و برخاست با عالمان دینی و متقی، پنجم دوام ذکر. حالا راجع به لقمان داره: فکان یکثر مجالست الفقهاء و الحکما، خیلی با علما نشست و برخاست میکرد. انسان با هر کس نشست و برخاست کنه روحیات او رو میگیره. جمله ای رو از مرحوم استاد مطهری به خاطر دارم که میگفتن ان نفس مسرقه، نفس انسان دزد. البته جمله مشهوره که نفس انسان دزد، ناخودآگاه مسائل رو میگیره. لازم نیست آدم بخواد از کسی خصوصیت او رو بگیره تا بگیره. نخوادم اگر مجالست کنه میگیر. من یه خاطره ای دارم در دبیرستان. من خط نسبتا خوبی داشتم. با یه کسی خیلی مانوس شدیم، یه رفیقی که فرزند یکی از آیون علما بود، اما خیلی بد خط. یه موقع خود او به من گفت، گفت به من نشستی خط تو هم بد شد. من رفتم وقتی گفت تحریک شدم، شب با خط سال گذشته خطم رو مقایسه کردم. من راست میگم، من که نمیخواستم خطم بد بشه، اما ناخودآگاه انسان از معاشرینش و کسانی که با اونها معنوس باشه خصوصیاتشون رو میگیره. این تا این حد مؤثر. و نشست و برخاست با عالمان دینی نورانیت میاره. انس با مظاهر گناه ظلمت میاره تو قلب آدم. اگر انسان احیانا با این مظاهر فساد مأنوس شد، باید به خدا پناه ببره، باید بعدش قرآن بخونه، نمیدونم ذکر بگه، تا ظلمت او رو برطرف کنه. این طبیعی قهری به انسان. فکان یک سرو مجالست فقها و الحکما، و یعتبر از امور عبرت میگرفت لقمان. نقل میکنم که هارون به امام موسی بن جعفر علیه السلام نوشت که برا نصیحت کن، کوتاه هم بگو برا من. در جواب نوشتن که هر چه که میبینی برای عبرت تو کافیست. همین یه جمله.
و یعتبر و یتعلم و ما یغلب و بهی نفسه یا نفسه و اون چه که نفس او بر او غالب می شد یا به وسیله یا آن می توانست بر نفسش غلبه پیدا کند ما یغلب و بهی نفسه و اگر بگیم اینا رو می رفت یاد می گرفت و یجاهد و فی هواه و یجاهد و بهی هواهو و آنچه که می توانست به وسیله آنها با نفسش مجاهده کنه می رفت یاد می گرفت و یحترز و بهی من الشیطان آنچه که می توانست به وسیله او از شیطان حذر کنه و کان یداوی قلبه به تفکر قلبش رو با تفکر معالجه میکرد. مثلا اگر حسد خدایی نکرده تو قلب آدم میاد، آدم بشینه فکر بکنه که حالا تو هم یه چیزایی داری که اون نداره، اگه مصلحت تو بود خدا به تو هم میداد. تفکر میتواند بیماری های قلب انسان رو برطرف کنه. کینه ای از کسی داره، حالا بشینه آدم بگه بابا همه دنیا چه غمی ارزه، مورچه چیه که کله پاچش چی باشه، تا بخوای به خاطر یه ذره از مسائل دنیا کینه مؤمن رو به دل گرفتی، بغضتو برای دشمنان امام زمان بذار، نه برای کسی که به تو یه بدی کرده. این فکر کردنها مشکلات قلبی آدم رو حل میکنه. و کان یداوی قلبه به تفکر و یداوی نفسه بالعبر بیماری های نفسش رو با عبرت مداوا میکرد. و کان لا یزعن الا فیما ینفعه به کاری وارد نمیشد، ورود نمیکرد مگر کاری که برای او سودی داشته باشه، حالا ولو دنیایی، ولی کار عبث نمیکرد. ولا ینظر الا فیما یعنی نگاه نمیکرد مگر به چیزی که براش معنایی داشته باشه، نه نگاه حرام، اصلا نگاه به دیگران. بعد نگاه که مرحوم آیامیز جوادان ملکی در المراقبات به همین نکته تکیه میکنه. فبذالک اوتی الحکمه و منح الاسمه به همین خاطر به لقمان حکمت داده شد و به او اسمت بخشیده شد. و ان الله تبارک و تعالی امر طوائف من الملائکته حین انتصف النهار و هدأت العیون بالقائله موقعی که نیمروز بود که چشمها به خواب قیلوله می رود، خداوند به جمعی از فرشتگان امر کرد. فناد و لقمان هین یسمع و ولا یراهم موقعی که صدا رو می شنید و ملائکه رو نمی دید، لقمان رو ندا کردند، گفتن که یا لقمان. فقالوا يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس مایلی خدا تو رو خلیفه قرار بده، مثلا حاکمیت منطقه رو در زمین به دست تو بدن، تو بین مردم حکم کنی. فقال لقمان جواب حکیمانه ای داد، گفت که ان امرنی ربی بذالک فالسمع و الطاعه اگر خدا به این امر مرا فرمان دهد با جان و دل اطاعت میکنم، و اگر نه من عافیت رو ترجیح میدم. لانه ان فعل بی ذالک اعاننی علی دلیلش هم اینه که اگر کاری رو خدا به من واگذار بکنه، مرا در این کار کمک میکنه. و علمنی راهکار رو به من نشون میده، و اسمنی و مرا در امان نگه میداره از خطاها، و انها و خیرنی قبلت العافیه اما اگه منو خدا حکم نده من عافیت رو میپذیرم، ترجیح میدم. که میگن ملائکه از این حکمت لقمان در شگفت شده.
دقیقا ما همین مسئله رو در امر امامت میگیم. میگیم اگر خدا کسی رو به امامت برگزینه، راهکار رو به اون نشون میده، او رو از خطرات حفظ میکنه، در بحران ها به کمک اون میاد. اگر امام زمان علیه السلام کسی رو برگزینن، همینطوره، مشهوره، میگن مرحوم واسط ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه یه هفته به مرجعیتشون، بالاخره ایشون میگن صاحب خونه میخواست بیرونشون کنه از منزل اجاره‌ای در یه چنین وضعیتی بود، بعد گویا تشرفی براشون حاصل میشه، اینطور که نقل کردن، حضرت بهشون دستور میدن که در دهلیز منزلت بنشین، حوائج مردم رو برطرف کن. و بعد از یک هفته مرجع میشه. بعضی هم گفتن علتش این بود که مرحوم میرزا مرجع قبلی، خب ایشون از بزرگان نجف بود، حتی قبل از مرجعیت بالاخره درس و بحث، پولی به ایشون میده که خانه ای بخره وقتی اون مسئله خونه براش پیش میاد. بعد که مرحوم میرزا وفات میکنه، این میبینه طلبایی این ماه بی شهریه، خونش رو نمیخره، او پولو میده شهریه طلبه ها رو اون ماه میفردازه. بعد یک سهم امام سنگینی از هند میاره، میگن مرحوم میرزا رو سراغ میکنن، میگن مرحوم شده، میگن مرجع بعدی کیه، میگن معلوم نیستم، میگن شهریه این ماه طلبه ها رو کی داد، میگن مرحوم سید دادن، میرن خلاصه او سهم امام رو به ایشون میدن دیگه، شهریه های ماهای بعد هم میدن دیگه، مرجعیت ایشون تثبیت میشه، یعنی سببش هم این میشه. در هر حال وقتی که امام عصر دستوری میدن به کسی، خوب کمک میکنن، به مرحوم شیخ مفید نوشتن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما رعایت حال شما رو از دست نمیدیم، اهمال نمیکنیم، ما شما رو فراموش نمیکنیم. در جنگ دوم که متفقین وارد ایران بودن، میگفتن که یکی از بزرگان متوسل میشه که آقا مملکت داره دست میره، بعد در مکاشفهی میبینن دیوار عظیمی که نقشه ایران روی او کشیده شده ولی ترک خورده، داره فرو میریزه، حضرت دست گذاشتن مانع شده، فرمودن ما نمیگذاریم که ایران فرو بریزه. به هر حال در حدیثی هم داره که از امام صادق علیه السلام، ببخشید از امام رضا سلام الله علیه، در عیون اخبار و رضا جلد یک صفحه 222 داره که و ان العبد اذا اختاره الله عز و جل امور عباده، اگر بنده ای رو خدا انتخاب کند، شرح صدره لذلك، به او در این امر شرح صدر میده، و اودع قلبه ینابی الحکمه و الهمه العلم الهامن، و چشمه های حکمت رو در قلب او ایجاد میکنه و علم رو به او الهام میکنه، اگر خدا سمتی رو به انسان بده. ولی اگر تو سقیفه کسی تعیین شد، اگه مردم تعیین کردن، اینا هیچ دلیلی نمیشه که خداوند چنین کاری رو انجام بده. صلوات محمد و محمد. خب امروز یا دیگه حالا امشب بگیم شب میلاد مقدس وجود نورانی امام مجتبی ست اکبر است که درباره امام دوم در فضائل و مناقب نکات بسیاری رو گفتن. در کلام مخالفین جالبه که از کلام مخالفین بشنوید. جمله رو سیوطی داره از علمای اهل سنت، داره که له مناقب و کثیره، امام مجتبی
کان الحسن ابن علی علیه السلام، او البته او میگه رضی الله عنه، ما میگیم صلوات الله و سلامه علیه، لهو مناقب و کثیره، منقبت ها و فضائل بسیاری داشتن، سیدن حلیمن ذا سکینت و وقار، شخصیتی بود بزرگ حکیم صاحب سکینه و وقار. این حرفی است که مخالفین میگن. او محبوب پیامبر اکرم بود. باز این جمله رو بخاری از ابی بکر نقل میکنه، میگه رأیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی المنبر، دیدم پیغمبر اکرم روی منبر بودن، و الحسن ابن علی معه، در آغوش پیغمبر اکرم امام مجتبی بودن. پیغمبر اکرم یک بار به مردم رو می کردن و ینظر الیه مرتن، یک بار به امام مجتبی رو می کرد و می فرمودن که و یقول ابنی هازا سیدون، این فرزند من سید و مولاست، و می فرمودن که من احب الحسن و الحسین فقد احبنی، هر کس امام حسن و امام حسین رو دوست بدارد مرا دوست داشته، و من ابغضهما فقد ابغضنی، هر کس به اینها بغض بورزد به من بغض ورزیده. و می فرمودن که سیدا شباب اهل الجنه و هما ریحانتی، اینها دو سید جوانان بهشتن و اینها دو ریحانه من هستن. و فرمودن که ان الحسن ابن علی علیه السلام را نقل کردن گویا از امام صادق علیه السلام، کان اعبد الناس فی زمانه، دیگران هم حتی از علمای سنت چنین وصفی دارن، عابدترین مردم زمان خودشون بودن، و از ازهرهم زاهدترین مردم زمان، و افضلهم و برترین اونها، و کان اذا حج سلام و کان اذا حج حج ماشیان، اگر حج به جا می آورد پیاده به حج می رفتن. 25 بار امام مجتبی پیاده به حج رفتن و دو بار اموالشون رو در راه خدا نصف کردن، نصفی رو انفاق کردن، و یک بار همه آنچه داشتن در راه خدا دادن. مشا خافیان در مسیر حج با حالت خوف حج می کردن، و کان اذا ذکر الموت بکا، و اذا ذکر القبر بکا، و اذا ذکر البعث و النشور بکا، اگر یاد مرگ می افتادن یا یاد قبر یا یاد قیامت گریه می کردن. اولیاء خدا گرچه در هنگام عبادت از روی محبت و یاد و ذکر پروردگار عبادت می کردن، اما اینطور نبود که به بهشت خدا نظر نداشته باشن یا نسبت به قیامت نگران نباشن. سوره هل اتی سوره ایست درباره امام مجتبی، امام حسین علیه السلام، حضرت زهرا و امیرالمؤمنین سلام الله علیهم اجمعین. در این سوره می فرماید که یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، اینا نذرشون رو وفا میکنن نسبت به روزی که شر او فراگیر است خائفن. این افتخار نیست که کسی بگه من از جهنم نمیترسم، من به بهشت نظر ندارم. ابراهیم خلیل سلام الله علیه از خداوند درخواست بهشت میکنه، در سوره شعرا میگه وجعلنی من ورثة جنت النعیم. بعضی ها میخوان حالا حرف عرفانی بزنن، این بهش که مهم نیست،
بهش بر اولیاء خدا هم مهم بود. بعدم بهش جایگاه تقرب به خداست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین در بهشت در کنار نهرها به سر میبرند، در جایگاهی راستین در مقام صدق در نزد خدای فرمان روای با قدرت. اولیاء خدا از قیامت خائف بودند، از جهنم خائف بودند. تو دعای کمیل ببینین امیرالمؤمنین علیه السلام بخشی از دعا رو راجع به جهنم و خوف از جهنم مطرح میکنه. البته بعد این جمله هم داره که فهب نیصبر تو علا بلائک یا عذابک عذابک تا کیف اصبرو ان نظر الى کرامتک. مثلا حالا فرض کن عذابش رو تحمل کردم، دوری از تو رو چطوری میخوام تحمل کنم؟ ولی بالاخره نگران جهنم بودن، اینا طالب بهش بودن. سوره حل عطا راجب ائمه هداست، راجب اهل بیته. خود این نعمتهای بهش رو قرآن برای اونها بیان میکنه و بعد هم اونها میگن که انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. درباره امام مجتبی سلام الله علیه هم همینه. اینها هم اسوه و الگوی ما هستن. عرفانهایی که برگرفته از سیره و سنت ائمه هدا و معصومین علیهم السلام نیست، این عرفان ها رو باید به دیوار زد. واقعا اونا خائف از خدا بودن، اونا طمع به نعمت و بهشت الهی داشتن. راجب بیدار دلان شب قرآن می فرماید که تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلوشون رو از بستر جدا می کنن. یدعون ربهم خوفا و طمعا، پروردگارشون رو از روی ترس و طمع میخوانن. خب امام مجتبی سلام الله علیه با شجاعت و حلم و عظمت و سخاوت و کرامت شهره آفاق شدن. بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه اجماع کردند همه مردم بر امامت امام مجتبی. امیرالمؤمنین با کنایاتی حضرت رو به جای خود منصوب کردن، به خواص هم فرمودن، اما بعضی از بزرگان گفتن علنی در جمع مردم نگفتن که بعد معاویه نتونه از این سوء استفاده بکنه برای جانشینی فرزندش. ولی همه اجماع کردن بر امامت حضرت. ولی متاسفانه جمع شیعیان اون زمان، حالا همه هم شاید شیعه به اون معنا نبودن، خیلی از کسانی که برگرد امیرالمؤمنین بودن خلفا را هم قبول داشتن، اون شیعیان خالص جمع اندکی بودن، ولی بر خلافت حضرت همه اجماع کردن. تقریبا جمع اونایی که در کوفه بودن و پیروان امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ولی از او طرف معاویه در شام قدرت عظیمی به هم زده بود. حدود 20 سال قبل از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام معاویه و برادر او یزید ابن ابی سفیان در شام حکومت رو در دست داشتن. از روزی که شام فتح شد معاویه شام رو تحویل خاندان ابی سفیان داد. او یا با هم اینا یه بندوبستی داشتن. بله؟ نه عمر ببخش، عمر تحویل معاویه داد، من اشتباه کردم. ابو سفیان وقتی که خلافت غصب شد اومد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام. خیلی سختش اومد که بخواد خلافت از قریش از به اصطلاح بره تو قبیله تیم و عدی و خیلی دور بشه از به اصطلاح خاندان با کرامت قریش. اومد گفت تو دستتو دراز کن، من با تو بیعت کنم،
و قیام کن برای خلافت، من مدینه رو از لشکر برای تو پر میکنم. خب حضرت هم که نیت او رو میدونست دست رد به سینه او زد. دیگه در تاریخی رو علنا نگفتن، اما قرائن نشون میده، بعضی از کسانی هم که اهل دقت در تاریخ بودن دیدم این بحث رو مطرح میکنن که ما ابو سفیان میره در خفا با دستگاه خلافت بندوبست میکنه که از اونا حمایت کنه، اونا هم به بنی امیه میدان بدن. و میبینیم که خلیفه دومی کار رو میکنه. اولا وقتی که شام فتح شد، یزید ابن ابی سفیان رو به امارت اونجا گماشت. او که مرد به جاش خلافت رو باز داد به معاویه ابن ابی سفیان. مردم شام غیر از خاندان ابو سفیان هیچ کس رو ندیده بودن از وقتی که مسلمان شده بودن. بود وقتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه روی کار اومد، با یه قدرت شیطانی معاویه مواجه بود. در زمان عثمان هم که 12 سال حکومت عثمان بود، همچنان معاویه رو تثبیت کرد عثمان در شام. و اینا قدرت عظیمی به هم زدن و وقتی که عثمان در خطر قرار گرفت، عثمان از معاویه کمک خواست ولی او هیچ اقدامی نکرد. تا این وقتی عثمان کشته شد، پیرهن عثمان رو سرنه کرد و علم کرد و داد مظلومیت عثمان رو داد. به هر حال در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میدونیم اون جنگ صفین برقرار شد و خب خیلی خسارت بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد شد، خسارت فراوانی بر حضرت. خب خیلی صدمه زدن دیگه انصافا، و کلی نیروها صرف درگیری با معاویه شد، کلی اصلا وقت امیرالمؤمنین علیه السلام به این گرفته شد. بعدم جریان حکمیت پیش اومد و اون آخرای حکومت امیرالمؤمنین جمعی از شیعیان خلاصه با هم همدست شدن، لشکری تقریبا بسیج شد برای حمایت از امیرالمؤمنین. اینا با هم همپیمان شدن که دیگه مثلا کاری انجام ندن، نزد خانوادهشون نرن تا برن و معاویه رو سرکوب کنن. دیگه حضرت به شهادت رسیدن. وقتی امام مجتبی سلام الله علیه روی کار اومدن، جمع متشتتی در اطراف حضرت بودن که در حدیثی داره فرمودن اگر من 40 نفر می داشتم با معاویه صلح نمی کردم. حالا قرائن نشون میده که اگر جنگی واقع می شد حتما معاویه پیروز جنگ بود، چون می دونیم که ابن عباس با یک تطمیعی که از طرف معاویه شد فرمانده لشکر حضرت بود، لشکر رو رها کرد و رفت طرف معاویه. دیگران به معاویه نامه نوشتن که اگر بخوای ما او رو تحویل تو میدیم. جسارت کردن، اهانت کردن. امام مجتبی سلام الله علیه پیش دستی کردن. معاویه اون چه که در سر او بود این بود که نسل بنی هاشم و نسل شیعه رو منقرض کنه، که خود او هم این کار رو کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین منع کردن که بنی هاشم به جنگ تن به تن نرن. و بعد یکی از قهرمانان لشکر معاویه بیرون اومد به نام عباس ابن حارث ابن عبدالمطلب، به سه واسطه به عبدالمطلب میرسید نه از قمر بنی هاشم، اومد به میدان مبارز طلبید. عباس رو، یکی از قهرمانان اومد عباس رو به نام صدا زد. عباس رفت به جنگ، او رو کشت و برگشت. حضرت او رو محاکمه کردن، فرمودن مگر من نگفتم که بنی هاشم به جنگ تن به تن نرن؟
معاویه که این صحنه رو دید گفت چه کسی حاضره بره عباس رو به قتل برسونه و جایزه عظیمی دریافت کنه. دو نفر از قهرمانان لشکر او اومدن به میدان. دو دفعه عباس رو صدا زدن. اون نگاه کرد به امیرالمؤمنین علیه السلام که ببینه حضرت چی میگن. حضرت فرمودن که لباستو در بیار. لباس روی او رو پوشیدن و رفتند. اینا گفتن که هم بالاخره مولای تو به تو اجازه داد، شرایط رو فهمیده بودن. حضرت این آیه رو خوندن: اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، که اذن جهادی است که در برای جنگ بدر صادر شد، که با این اذن پیغمبر اکرم جنگ بدر رو به راه انداختن. این آیه رو خوندن، رسیدن سر زر، اونا رو از پا در آوردن. معاویه که از دور نگاه میکرد گفت این ضربه جز ضربه علی مال کس دیگری نبود، سلام الله. بعد عباس رو خواستن، فرمودن علت این که من گفتم معاویه، گفتم بنی هاشم به جنگ تن به تن نرن، چون معاویه قصدش اینه که اگر بتونه نسل بنی هاشم رو قطع کنه و من میخوام مانع این خواسته او بشم. خب معاویه چنین قصدی داشت و اگر دستش میرسید احدی از شیعیان رو به جان میذاشت و احدی از بنی هاشم، و اگر پیروزی جنگی براش پیش میومد این فرصت براش به وجود میومد، چون در پیروزی جنگی به لشکر پیروز هر کاری بگن میکنه، چون اینا مدتی مثلا صدمه دیدن کشته دادن حالا پیروز شدن، هر کاری بگن میکنه. نمونهشو تو این فیلم مختار نشون میداد که وقتی لشکر مصعب بن زبیر پیروز شدن، بعد نوشتن 6500 نفر در دارالاماره بودن، گفت که همه رو گردن بزنی. در شرایط عادی که نمیتونی همچی کاری بکنی، به چه دلیلی مردم رو قتل عام بکنن؟ معاویه این کار رو میکرد. امام مجتبی سلام الله علیه با این پیش دستی که انجام دادن این فرصت رو از او گرفتن. یعنی در حقیقت این صلح موجب شد که خون مسلمان ها اولا هدر نره، ثانیاً از فناء شیعه در حقیقت که دیگه از شیعه اثری باقی نمیموند، از بنی هاشم هیچ اثری باقی نمیموند، از این جلوگیری کردن. وقت امام مجتبی عجیب مظلوم بودن، میگن حتی بعضی از نزدیکان حضرت که آدم بخواد اسم ببره خوب نیست، اومد گفت که السلام علیک یا مذل المؤمن. حضرت فرمودن چرا این حرف زدی؟ گفت که لشدت حبی بکن، بس که شما رو دوست دارم. این رو از حجر ابن عدی نقل میکنه. گفت بس که شما رو دوست دارم. حضرت فرمودن من به خاطر حفظ شما این کار رو کردم. یعنی اگر این پیشگیری حضرت نمی بود، رو دست زد در حقیقت به معاویه، در غیر این صورت پیروز جنگی معاویه بود و بعد فرمودن من به اسارت گرفته می شدم. این رو به حجر ابن عدی گفت و معاویه یکی از این دوتا کار رو انجام می داد. یا منو می کشت و با من همه خاندان پیغمبر رو، و یا اینکه آزاد می کرد، و اگر آزاد می کرد به حساب خودش اون ننگی که اونا خیال میکردن این رو از دامن خودش بر میداشت، چون خاندان ابی سفیان در فتح مکه آزاد شده پیغمبر اکرم بودن. اونجا پیغمبر اکرم فرمودن اذهبوا فانتم الطلقا. هست زینب سلام الله علیه، سلام الله علیها، همین نکته رو به رخ یزید کشیدن در او خطبشون، فرمودن امن العدل یبن الطلقا تخدیرک حرائرک و اماؤک و ساقک بنات رسول الله سبایا، ای فرزند آزاد شده ها،
پدر تو، پدر بزرگ تو به دست پدر بزرگ من آزاد شدن. این از عدالته که تو بانوان خودت رو در حریم قرار بدی، حتی کنیزانت رو و او وقت دختران رسول خدا رو در کوچه و بازار بگرد. به هر حال زندگی امام مجتبی سلام الله علیه سر تا سر یه زندگی ویژه‌ای بود و صبر عظیم و حلم و بردباری معجزاسای امام مجتبی دیگه زبان زده همه شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابل یا ابا محمد حسن ابن علی، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علی روحکم و جسمکم. خب اگر نکته ای هست 4-5 دقیقه وقت داریم، میخوردیم خواستیم بیشتر وقت بذاریم برای زیز. خواهش میکنم. عصری زندگی میکرده از نظر تاریخی چقدر فاصله داشت؟ همزمان با حضرت داوود بودن لقمان. حضرت داوود از انبیای بنی اسرائیل بودن بین حضرت موسی و حضرت عیسی. فاصله بین حضرت عیسی و حضرت موسی حدوداً 1500 سال بود. 1300 تا 1700 گفتن، حتی وسطش میشه 1500 سال. خیلی دقیق نیست. و حضرت داوود و به اصطلاح حضرت بعدش هم حضرت سلیمان بود. اینا اینطور که تخمین زده میشه توی تاریخ یهودیان هم دیده میشه حدود 1000 سال بعد از حضرت موسی باشن. 700-800 سال، 1000 سال، مثلا حدود 500-600 سال قبل از میلاد در این تاریخ من. تخمیناً دیگه دقیقش که مشخصه، چون در روایات داره که حضرت داوود به اصطلاح مذاکرات زیادی داشتن، یا لقمان حکیم میومد خدمت حضرت داوود، یا حضرت داوود گاهی میرفتن پلوی حضرت لقمان و از حکمت او استفاده میکرد. گرچه به خود حضرت داوود هم قرآن میگه حکمت دادیم و آتاه الله الملک و الحکمت، اما در این حال از حکمت لقمان استفاده میکرد. لقمان حکمت خیلی بالایی داشت. پیامبر نبود، نه، منطقه حضرت داوود به میگفت که تو این عبارت رو داره که تو حکمت رو دریافت کردی و خود رو از زحمت خلافت مبرا کردی. خب، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. پروردگارا دلهای ما رو به نور معارف قرآن و محمد و آل محمد از آنچه هست نورانی تر بفرما. در دنیا و آخرت دست ما رو از دامان محمد و آل محمد کوتاه مگردان. دست نورانی امام زمان رو در دنیا و آخرت بر سر ما قرار بده. جوانان ما رو به امام عصر ببخش، اونها رو از آسیب زمان در امان بدار. خدایا هم و غم و گرفتاری رو از جمع برطرف کن، انبات جمع رو غریق رحمتت بگردان. خدایا در این ماه مبارک رمضان ما رو در سر سفره نورانی امام زمان میهمان بگردان. امشب که شب میلاد امام مجتبی است، ما رو در سر سفره کریم اهل بیت میهمان کن. به برکت و نور امام مجتبی خدایا خطاها و گناهان در ما هرچه بوده اگر تا حالا نیامرزیدی همه رو بیامرز. امشب ما رو پاک و مطهر کن که برای بقیه ماه رمضان استعداد دریافت نور و رحمت و فضیلت تو رو داشته باشیم. پدر مادرهای ما رو از ما راضی بگردان. قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی بگردان. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا و صاحب الزمان. به تشکر از همه عزیزان، خصوصا از محضر آجا آسایی میکنم که خلاصه وقت شما رو آجا میگیرم.
صلواتی.